حالا در همین ارتباط همکارم خانم گیتاریان مستقیما از وزارت خارجه هم روی ما هستن. خانم آریان، در این گونه گزارش ها معمولا اقدامات مثبت انجام شده هم ذکر میشه، آیا در مورد جمهوری اسلامی چنین مطلبی اصلا وجود داشته؟ نه افشار، باز هم میگم که این گزارش میگه که جمهوری اسلامی نه تنها اصلا هیچ تلاشی نکرد جلوی قاچاق انسان رو بگیره، بلکه نه منابعی به اون تخصیص داد، نه اصلا نهادی برای این کار داره. علاوه بر این میگه که تندروها سعی این تلاش‌ها برای اصلاحات رو در مجلس شورای اسلامی گرفتن، خونسا کردن. مثال میزنه که سال گذشته دارن دو لایحه تصویب شده بود، اما شورای نگهبان که در واقع جمهوری اسلامی ایران به یکی از کنوانسیون های سازمان ملل بپیونده در این زمینه، اما شورای نگهبان اون رو رد کرد. بعد حتی میگه که کاری نکرد که تقاضا برای این امر کم بشه، و البته همطوری هم که گفتم قاچاق انسان به منظورهای مختلف بوده که در همه زمینه ها به اون اشاره شده. گفته میشه که در این گزارش قربانیان نه تنها از اونها حمایت نشده، بلکه حتی متحمل تنبیه هم شدن به خاطر کارهایی که وادار شده بودن انجام بدن توسط این قاچاقچیان انسان، و حتی نیامدن برای جلوگیری از قاچاق بیشتر از این قربانیان کمک بگیرن. و اضافه میکنه که وضعیت بد اقتصادی اون کشور اصلا به این قضیه دامن زد. از این گزارش میگه که زنان، مردان و کودکان ایرانی به کشورهای منطقه فرستاده میشن برای انواع اقسام کارهای خلاف در واقع، و اینکه علاوه بر این افراد رو هم در واقع زمینه رو در خود داخل ایران فراهم میکنن که برای اینکه افراد از خارج از کشور بیان و در ایران از زنان و کودکان و مردان به خصوص سوء استفاده های جنسی بکنن. افشار، از گزارش شما گیتا آریان مستقیما از وزارت خارجه آمریکا.